حیات فراوان، این نشان سیاره ماست. اما این آب است که سیاره ما را منحصر به فرد می‌سازد. Liquid water is the essential environmental requirement for life on Earth. So when we look for life elsewhere, we start first by looking for liquid water. پژوهش ها ما را به دنیای بیگانه برده که با قوانین فیزیک مخالفت دارد. جایی که آب عملا نمیتواند در آن وجود داشته باشد، اما مدارک نشان میدهد که ممکن است باشد. We have what we in science call an anomaly. اگر آب سرمنشأ حیات است، آیا امکان دارد در این سیاره بیابانی و بی آب و علف حیات آغاز شده باشد؟ به مریخ خوش آمدید، دنیای آبی. دانستنی های جهان. Load relief kit crane is in. Vehicles responding. Vehicles recovering very nicely from the liftoff transients. 4 آگست 2007 ساعت 5:26 دقیقه بامداد، این موشک دلتا از تنگه کانورال به هوا پرتاب می شود. در دماغه مخروطی آن اولین دیدبان روباتیک ناسا برای مریخ وجود دارد، فضاپیمای فینیکس لندر. در آزمایشگاه رانش جت ناسا در پاسادنای کالیفرنیا، مهندسین مراحل پیشرفت این مأموریت نیم میلیارد دلاری را کنترل می کنند. این نسل جدید لندر وارد آخرین مرحله از سفر 400 میلیون مایلیش به مریخ می شود. 1 minute since LOS, standing by for signal reacquisition. فینیکس دشت‌های شمالی مریخ را در جستجوی واحد‌های سازنده حیات شامل کربن، نیتروژن و از همه مهمتر آب خواهد گشت. Touchdown detected. Landing sequence initiated. فینیکس می‌خواهد ثابت کند حیات در مریخ وجود دارد یا حداقل در گذشته وجود داشته است. در این صورت حیات روی زمین یک استثنایی است. این یک آزمایش شبیه سازی شده است، اما امروز گروه در آزمایشگاه رانش جت یا همان JPL این کار را به طور واقعی انجام داد. Primary objective of Phoenix is to explore the Martian Arctic and to determine whether or not conditions for life are there today and or existed in the past. اگر فینیکس آن چیزی را که به دنبالش می‌گردد پیدا کند، درک ما از منظومه شمسی دچار دیگرگونی خواهد شد. اگر حیات در دنیای دیگری هم وجود داشته باشد، ممکن است به این معنا باشد که جهان مملو از حیات است. یعنی بیگانه‌های داستان‌های علمی تخیلی من ممکن است واقعیت داشته باشند. حتی ممکن است فینیکس آنها را پیدا کند. اما پیدا کردن نشانه‌های حیات روی سیاره‌ای که میلیون‌ها مایل از زمین دور است، چالش بسیار سخت و دشواری است. لندر برای آنکه مستقیماً حیات را شناسایی و پیدا کند، طراحی نشده است. این دستگاه ساخته شده تا عنصر ضروری سازنده حیات، یعنی آب را بیابد. کریس مکی یک دانشمند نجوم در مرکز تحقیقاتی ایمز در ناسا است. When we look at life on Earth, we see an enormous diversity. Organisms that do all sorts of different chemistry, live in all sorts of different environments, but the one thing that all organisms on Earth have in common is a requirement for liquid water. So naturally, when we look for life elsewhere, we start first by looking for environments that had liquid water. اینجا روی زمین هر جایی که آب هست حیات هم هست. حتی در دماهایی به سردی 14 درجه فارنهایت هم بعضی ارگانیسم ها زنده میمانند. بنابراین اگر بتوانیم نشانه های وجود آب را روی مریخ بیابیم، ممکن است بتوانیم حیات را هم پیدا کنیم. اما چرا مریخ را انتخاب کرده ایم؟ ویک بیکر، استاد علم برآمدگی های زمین، توضیح می دهد. 30 years ago, a spacecraft called Mariner 9 produced about 9,000 pictures, many of which showed large channels and valleys. And it was very obvious that these channels and valleys are directly analogous to what we see on the Earth, formed by water.
این تصاویر دانشمندان را گیج می کند. این عکس کاملا شبیه فرسایش آب است، اما تا جایی که دانشمندان می دانند روی مریخ آبی وجود ندارد. جو مریخ رقیق تر از آن است که بتواند آب را در خود نگاه دارد. فشار هوا در مریخ از 1/100 فشار هوا روی زمین هم کمتر است، که این یعنی هوا در سطح مریخ همان فشاری را دارد که هوا در ارتفاع 35,000 متری بالاتر از سطح دریا در زمین داراست. این یعنی یک ارتفاع 20 مایلی، تقریبا 4 برابر ارتفاع قله اورست. سکات رافکین، متخصص جو سیاره‌ای در انستیتوی پژوهشی جنوب غربی بولدر در کلرادو است. Fairly common knowledge that if one goes camping or hiking and you go up to higher altitudes and you go to boil your water, as you go higher up, it boils at lower and lower temperatures. That change in altitude is what you're really doing is changing pressure. As you go up in altitude, the pressure is becoming less and less. And so what happens is that as you go higher up, it becomes easier to boil water. You don't need to raise its temperature as much. این آزمایش تأثیرات شرایط جوی مریخ بر روی آب را نشان می‌دهد. تخلیه تدریجی اتاقک از هوا منجر به کاهش فشار در آن می شود. ابتدا هیچ اتفاقی نمی افتد، اما زمانی که فشار داخل اتاقک با فشار موجود در جو مریخ برابر می شود، آب می جوشد. آب در شرایط معمولی در دمای 212 درجه فارنهایت می جوشد، اما در این فشار کم در دمای اتاق به نقطه جوش می رسد. روی مریخ این اتفاق در دمای 50 درجه می افتد. The stability of water on any planet is tied to primarily the pressure. And the pressure on Mars is so low that if one could have liquid water sitting out on the surface, it would simply boil. جو فوق‌العاده رقیق مریخ مشکل دیگری برای وجود آب در اینجا ایجاد می کند. به اندازه کافی جو وجود ندارد تا سیاره را عایق کند. مریخ یخبندان است. در گرمترین حالت فقط 70 درجه فارنهایت است و در سردترین حالت دمای هوا تا منهای 225 درجه هم پایین می رود. Now of course on Mars we have another problem, which is that it's very 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 cold. So even if one had the higher pressure so that the water wouldn't boil off, it would just freeze solid. Like a rock. وجود این کانال ها و دره ها که به نظر می رسد توسط آب کنده شدند دانشمندان را گیج می کند. The question is, how do you have these two things? How do you have a planet that is cold and dry with a thin atmosphere and yet clearly in its past had flowing water? دانشمندان طی چندین سال تئوری های بسیاری برای توضیح ویژگی های موجود روی سطح مریخ ارائه کردند. People suggest, well, maybe it's carbon dioxide liquid, or maybe it's lava, or maybe it's wind. Well, wind, lava, carbon dioxide could have formed many of the features we see on Mars, but they can't explain all the features. And for the past 30 years, this has been the major source of science controversy, and it's the reason that the current NASA program is sort of directed with this euphemism, follow the water. با استفاده از آخرین تکنولوژی که توسط فینیکس مهیا شده، ناسا امیدوار است بتواند یک بار برای همیشه ثابت کند که این نشانه ها توسط آب مایع ایجاد شدند، ماده‌ای که نباید روی این سیاره وجود داشته باشد. اما مناظره کم کم جنجالی تر می شود. در جوان سال 2000 دانشمندان از تصاویری که توسط اوربیتر، یک کاوشگر که از سال 1997 حول سیاره قرمز میچرخد، به دست آمده بود بسیار هیجان زده شدند. این عکس در سال 1999 گرفته شده و این یکی از همان محل در سال 2000 است. این تصاویر چشم‌اندازی را نشان می‌دهند که در حال تغییر است. برای زمین‌شناسانی همچون ویک بیکر، این اشکال ظاهری تازه تشکیل شده به طرز غریبی آشنا هستند. On Earth we would call them gullies. They're sort of on the scale of hundreds of meters, no more than a kilometer. They're patterns like the veins in a leaf or branches in a tree that result from how water falling on the surface organizes itself into larger and larger drainages.
به نظر می آید این کاریزها و حفره ها اخیراً توسط آب ایجاد شده باشند. آنها در نیمکره جنوبی سیاره ظاهر شدند، روی شیب هایی که روزانه کمترین میزان نور خورشید را دریافت می کنند، یکی از سردترین قسمت های مریخ. شباهت آنها به کاریزهایی که اینجا روی زمین توسط آب شکل گرفتند، منطق و قوانین فیزیک را به مبارزه می طلبند. پس این کاریزها چگونه ایجاد شدند؟ آیا در گذشته آب در مریخ جریان داشته و آیا امروز هم جریان دارد؟ دانستنی‌های جهان. دانستنی‌های جهان. امروز در 25 ماه می سال 2008 فینیکس لندر در مأموریت 420 میلیون دلاری ناسا به سوی مریخ روی سیاره قرمز فرود می آید تا به دو سوالی که چند دهه است ذهن دانشمندان را به خود مشغول کرده پاسخ گوید. آیا در مریخ آب هست؟ و آیا ممکن است آنجا حیات وجود داشته باشد؟ در مرکز این مباحثه تخت سنگی وجود دارد که از مریخ به روی زمین افتاده است. این تخت سنگ که در 1984 در قطب جنوب کشف شد 6 اینچ طول و بیش از 4 پوند وزن دارد. اسم آن را شهاب سنگ آلن هیلز گذاشتند و این فقط یکی از 34 تخت سنگ مریخی است که روی زمین پیدا شدند. دکتر دیوید مککی متخصص زیست شناسی در مرکز فضایی جنسون است. او بیشتر از 10 سال است که روی این شهاب سنگ ها مطالعه کرده است. Allen Hills is unique among the Mars meteorites because it's so old. It is by far the oldest of the known Mars meteorites. And furthermore, with an age of 4.5 billion, it is older than any rock ever found on the Earth. اما چطور این سنگ به زمین رسیده است؟ Impacts have been hitting both the moon, Mars, every object in the solar system for billions of years. Any rock that was very near the surface is propelled by the reflected shock wave off of Mars at great velocity. برای خروج از سیاره قرمز، شهاب سنگ آلن هیلز باید با سرعت بیشتر از سرعت فرار سیاره، یعنی حدود 11,000 مایل در ساعت حرکت کرده باشد. A good analogy is the surface of a trampoline. If you bounce on the trampoline bounces back and pushes you way up in the air. In this case, the shock wave is like the surface of the trampoline and it pushes that rock way up into space. شواهد زیادی وجود دارند که شهاب سنگ‌های زیادی در گذشته با مریخ برخورد کردند، اما از طریق مطابقت طیف مواد معدنی سازنده شهاب سنگ با اطلاعات به دست آمده توسط ابزارهای موجود در کاوشگران مداری مریخ، دانشمندان انستیتوی پژوهش جنوب غربی معتقدند که شهاب سنگ آلن هیلز اینجا تولید می شود. نام این مکان هیوسکاسماس. شاخه ای از سیستم دره بزرگ سیاره والس ماریناریس. این دهانه های آتش فشانی شامل همان مواد معدنی هستند که در شهاب سنگ آلن هیلز پیدا شدند. اما آنچه که دانشمندان را به هیجان می آورد ماده دیگری است که در آن وجود دارد. او با استفاده از میکروسکوپ های الکترونی پویشی با قدرت تفکیک پذیری زیاد شهاب سنگ را بررسی می کند و گلبول های کوچکی از آهن و کربنات منزیم را در آن کشف می کند. عناصری که تقریبا می توان با اطمینان گفت توسط آب مایع شکل گرفته و انباشت شدند. Carbonates are significant because they show that not only was water there, but it was relatively low temperature. مککی قانع شده است که همین مورد نشان می‌دهد زمانی جو مریخ بسیار متفاوت بوده و می‌توانسته آب جاری را در خود نگاه دارد. بنابراین شرایط حیات در سیاره موجود بوده است.